حرکت بعدی در قسمت سرشانه حرکت پرتاب دمبل ها به سمت جلو به صورت تک تک هستش. این حرکت رو اجرا میکنیم. بفرمایید. دمبل ها به صورت جفت سر به سر رو به جلوی ران ها قرار میگیرن. همونطور که دقت میفرمایید زاویه آرنج نبایستی صاف باشد و نبایستی خم، بلکه کمی شکسته و به صورت ثابت. حرکت به صورت تک تک اجرا میشه تا دمبل به صورت کمی بالای سر قرار بگیره، یعنی از روبروی چشم ها به سمت بالای سر و به صورت تک تک. همونطور که دقت بفرمایید بدن به صورت قائم و حرکتی در قسمت بالای تن انجام نمیشه. متشکرم. حرکت پرتاب دمبل ها یا نشر روبرو تک تک با دمبل از زاویه جانب ملاحظه بفرمایید. شکرم. حرکت بعدی حرکت پرتاب دمبل ها به طرفه به صورت جفت دمبل اجرا بفرمایید. دمبل ها دو طرفه بدن قرار میگیره و به طرفه و به سمت بالا پرتاب میشه. همینطور که دقت بفرمایید قسمت آرنج و دمبل ها در یک حد هستن. بدن به صورت قائم و حرکتی در قسمت بالای تنه انجام نمیشه. متشکرم. حرکت بعدی جهت عضلات سرشانه، قسمت میانی سرشانه یا دلتوئید میانی، حرکت نشت جانب یا پرتاب دمبل ها به جانب به صورت جفت و زاویه 90 درجه آرنج. لطفاً اجرا کنید. دست ها به صورت زاویه 90 درجه در دو طرف قرار میگیره و با حفظ زاویه 90 درجه آرنج ها و دمبل ها به طرفین حرکت میکنه، به حدی که دو تا بازو یعنی دو قسمت دو طرف بازو در یک خط قرار بگیرن. متشکرم. حرکتی که در اینجا آموزش میدیم حرکاتی هستش که با دستگاه اسمیت انجام میشه. دستگاه اسمیت دستگاهی است که هالتر در اون به صورت کنترل شده و به صورت ایمن حرکت میکنه. در نتیجه ورزشکار میتونه با خیال راحت حرکات رو انجام بده بدون اینکه هیچ گونه مصدومیتی اون رو تهدید بکنه. حرکت اولی که اینجا آموزش میدیم حرکت سرشانه با هالتر اسمیت هست از پشت. ورزشکار ابتدا روی وسیله حرکتی قرار میگیره، دست ها به صورت فاصله با فاصله دو برابر عرض شانه ها هالتر اسمیت رو بلند میکنه و بدن به صورت قائم و صاف و پشت به صورت صاف، هالتر به پشت گردن مماس میشه، سپس به سمت بالا هدایت میشه.
همونجور به ملاحظه میفرمایید بدن ورزشکار کاملا صاف و کشیده و سینه ها به سمت جلو هست. در قسمت پایین عمل دم و در قسمت بالا عمل بازدم انجام میشه. متشکرم. حرکت بعدی حرکت سرشانه با دستگاه اسمیت از جلو هستش. ورزشکار روی وسیله ورزشی قرار میگیره، فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و حرکت رو به این صورت اجرا میکنه. در قسمت جلو هالتر اسمیت مماس روی سینه و سپس به سمت بالا هدایت میشه. عمل دم در قسمت پایین و عمل بازدم در قسمت بالا. این حرکت حرکت بسیار مناسب برای قسمت سرشانه و دلتوید جلویی میباشد. متشکرم.